میخوای من بیام یه کاری انجام بدم؟ نه تعارف نکن تو رو خدا. سلام علیکم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو و بگم که موضوع چیه امیدوار سارا، بچه‌ها اونجایی که میدونید که همه کامنت ها رو میخونم و سعی میکنم که همه رو بخونم، یه چند تا موضوع هست که میخوام بهتون بگم. توی کامنت ها خیلیاتون گفته بودید که نیما واقعا دیوار خونه رو رنگ کردی. بله، من واقعا انقدر دیوانه هستم که خودم دیوار خونه رو رنگ کردم با اسپری و قلم و اینا رنگ شده. این یه موضوع. دومین موضوع سر این ویدیو بود که بهتون گفته بودم با قیافه من میم درست بکنید و من جایزه بهتون بدم و صد توی کامنت ها و این داستانا. از شانس من حالا سه نفر دختر تو جایزه ها برنده شدن، قرعه کشی که کردیم یکی پسر. خیلی هم حالا توی فان گفته بودین، یعنی همتون با ایموجی خنده گفته بودین، ولی خب اونجایی که همه کامنتاتون برام با ارزشه خواستم بیام بگم که بچا خب قرعه کشی بوده واقعا، قصه تا دخترم بوده. بعد این اولین جایزه‌مون هم نبوده، قبلش هم جایزه داده بودیم، حالا نیومده بودم فیششو بذارم، ولی خب توی قرعه کشی اگه 4 تا دخترم بود من به 4 تا دخترش جایزه رو میدادم. واقعا اینجوری حق زایی میشه، دختر پسر نداره، فرق نمیکنه. سومین مسئله این که برای بک‌گراند خیلیاتون انرژی داده بودین، دمتون گرم، خیلی باحال بود، مرسی که انقدر تعریف کردین، دمتون گرم، مرسی، عشقای خودمین. یه سریاتون تکتون گفته بودین که لوح جاش اوکی نیست یا مثلا جاش تغییر بدیم و این داستانا. کجا بذارم؟ کجا بذارم؟ اگه جایی مد نظرتون هست توی کامنتا بگین، باز میدونی که همین کامنتا رو میخونم، بهم بگین که جاش تغییر بدم. چهارمین مسئله که میخوایم بریم سراغ ویدیو، هدست گرفتم که خیلیاتون گفته بودید و خودم هم واقعا اذیت داشتم میشدم واقعا با این هدست. حالا میخوایم بریم سراغ ویدیوهای تبلیغات ایرانی توی اینستاگرام. خیلی وقت بود تبلیغات ایرانی نرفته بودیم ببینیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک ویدیو اصلا یادتون نره، خیلی بهم کمک میکنه بچه‌ها، خیلی بهم انرژی میده. دمتون گرم که همیشه هستید، همیشه اینقدر انرژی میدید، اینقدر حمایت میکنید. دکمه سابسکرایب اگه هنوز نزدید اون دکمه رو بزن، زنگولش رو فعال بکن و روی آل بذار که هر موقع نیما تکیدو ویدیو گذاشته یوتیوبت خبر بده. بریم سراغ ویدیو، بریم ببینیم ایرانی‌ها تو اینستاگرام دارن چجوری تبلیغ میکنن. اولین ویدیو رو بریم ببینیم. از 400 البته تعارف کن به 500 هم میخوره. بزرگترین سوتین دنیا کار شده، هارنس داره، بنداش هم ستای کار شده برای تحمل وزن بیشتر. دوستان قد این کار 2.30 هستش. داداش مگه فیلم سو نظرم که نریم تبلیغات رو ببینیم، همه اول ویدیو خدافظ. اصلا چرا باید یه همچین کاری رو بکنی؟ خب که الان چه تبلیغی؟ قد سوتیانه 2.30 یعنی من تو یه طرفش اینجوری کنم تو یه طرفش جو میشم دیگه. به هر حال اینم یه روش تبلیغات دیگه، من ریدم تو این روش تبلیغات. خواهی حالا اولین ویدیوش اینه، آخرین ویدیوش انه، من نمیتونم زنده بمونم که. ببین تو محله آقازاده چی پیدا کردم با به قرآن پولدار بودنم تو ایران بد نیست. چراغ راه نما چه لاکچری. چراغ راه نما جونم. سلام، خسته نباشی. میگم این طرف مرکز نور درمانی سراغ نداری؟ نور درمانی برای چی؟ من اینجا پیشونیم لکه سفید زده، گفتم برو اونجا خوب میشه. پیسیه؟ آره آره. دوستش سنت هم پایینه که دیگه. خب چرا میری نوردرمانی؟ یه نفر هست اومده تو ایران با گیاهان دارویی این قضیه رو شکن میکنه. بیا نشون بدم این پیجشه. باز شروع شد، باز شروع شد. وسط چراغ قرمز یکی همینجوری میاد میزنه به شیشه. داداش ببخشید اینجایمون سفید شده، جای سراغ داری؟ من نمیفهمم یک در میلیارد یه همچین اتفاقی. در بزنی در یه ماشین بگی داداش نوده، اصلا من باشم شیشه رو نمیدم پایین، فهم میکنم دزدی چیزی هستی اینجوری در میزنی شیشه. خب نگو بیاد پیش خودم من معالجت کنم. پیجش هم آماده بود، یه گوشی داشت فیلم میگره، با یه گوشی بیاد تو پیجش با گیاهای دارویی. سلام محمد، چه خبر؟ یه چی بابا، میخوام باش کات کنم. چرا؟ چون میدونم یه ماه دیگه میخواد بهم خیانت کنه. کجا میبینی؟ من از وقتی ابرآگاه استاد قمبری یاد گرفتم چشم سومم فعال شده، میتونم آینده رو پیش بینی کنم. دیدی چی گفت؟ نه جالب، منم چام یاد. آره بیا اینم پیجش. برو بابا جان، میگه برو تو پیجش آینده رو ببینی. خیلی خوبی شما، خود پیامبرام هرچی قابلیت نداشتن تو پوفیوز. اصلا من نمیفهمم کی میاد الان اینو باور کنه، کی میاد الان کلیک کنه رو اون پیج، کدوم گاوی از هرچی تبلیغی رو انجام میده. میگه لطفا کمکم کنی. بفرمایید. مرسی عزیزم. عزیزم هدیته بگیر. یه سوال بچه، یه چیزی بگم حقیقتا حلالم نه. قیافه این خانم آشنا نیست. خیلی تحت چهرش، مخصوصا اون عینک شبیه.
بریم تبلیغو ببینیم. من خودم درآمد دارم، بده به یکی که نیازش داره. خیلی شبیشه. از آیفون میگذری. من ماهانه بین 150 درآمد دارم. دیدین گفتم خودشه. در همونه که تو فکر من و شماست. در همونه 150 میلیون درآمد داره در ماه. به غیر از اون که تو فکر من و شماست. 150 میلیون دیگه کجا درآمد داره؟ فکرم نمیتونه بگه. ها بریم ببینیم واقعا چجوری. آره یه فرمول 5 مرحله ایه که خودم هم تازه یاد گرفتم. آموزشش هم کلا 15 دقیقه، هر کسی هم میتونه انجامش بده. واقعا میشه به منم یاد بدی؟ آره بیا این پیج رو فالو کن، همه چیزو تو این هایلایت قرمز گفته. همه چیزو گفته، تو 15 دقیقه میتونی همه کارام بکنی. آره دیگه 5 مرحله. 1 مشتری باید پیدا کنی، 2 سوار ماشین، 6 3 بری خونه‌اش، 4 کارو تموم کنی، 5 بیای بیرون. کلا برداری راحت‌تر از این نمیتونی مردمو خر فرد کنی شما؟ ولی دقیقا همون 5 مرحله ای که من گفتم همونه. یعنی چیز دیگه ای باشه کلا برداریه، هر کسی هم میگه میتونه انجامش بده. حتی من همیشه برام سوال بود ببینم شغل این عربا چیه، اینا درآمدشون از کجاست انقدر سرمایه دارن. میخوام برم از این آقا بپرسم، امیدوارم که جوابمو بده. خیلی مواظب باش عربا. سلام. شما ایرانی؟ بله. چه اتفاقی؟ من تو کار طلا خرید و فروش. بازی معقول تره. پس سرمایه با خدا شکر تو دوبه مالو. نه اشتباه میکنی، با یک بده. خدایا چه گاوای اومدن آخه پشت دوربین دارن تبلیغ میکنن. با 1,000,000 تومن آخه الان با 1,000,000 تومن برات رایگان نمیرینن. چجوری؟ میخوای یاد بگیری؟ نه. آره حتما. آره واقعا میخوای یاد بگیری؟ باید بیای خونمون عرممو بهت نشون بدم، یعنی فرمول 5 مرحله‌مو بهت نشون بدم. پیج منه. یا برو بابا تو کیو. من آخرین ویدیو از دست میرم. ببین کی گفته من آخرین ویدیو از دست میرم. از دست نرم من پا قطعا میرم. چرا دایی تو خود دایی دی؟ چرا بابا دایی من داره چی کار میکنه؟ چه وضعیتیه؟ دایی؟ شما یه زن نداری؟ چه وضعی؟ ایشون کیه؟ همچون عزیزم خیلی شلوغش نکن، ایشون استاد منه. من یک دو باهاشون کار کردم، چون یک دو به 50-60 تومن درآمد رسیدم. این جلسه یه جلسه کاری که من که ببینم ماه آینده چی کار کنم. شما هم نمیتونین فکر خوب بکنین، درسته؟ از الان به بعد دقیقه ویدیو رو بذارین یه فوش نثار کنین تو هر چی دوست دارین. چه کاریه که تو یک ماه 60 میلیون تومن؟ نمیدونم حقیقتا. بعد یه سوالی ذهن منو خیلی درکره، از اولش میخواستم بگم که چرا پیتزاهاتونو اینجوری خوردین؟ یه دقیقه بزنیم عقب. پیتزا رو دقت بکنین بچه‌ها، 4 تا تیکه پیتزاه، خب هر کدوم از تیکه پیتزاها یه گازش خورده شده، یعنی نرفتن یه پیتزا رو کامل بخورن و بعد برن سراغ پیتزا بعدی، هر پیتزا رو یه گاز زدن. یه دقیقه نگاه کنین، خواهش میکنم. همه پیتزاها رو کامل نخوردن. چرا این چه طرز خوردنه؟ من درآمد رسیدم. این جلسه میز جلسه کاری که من اینکه ببینم کاری چیکار کنم. ما بعد از بد سیستم آی ام بی دیگه 10 بار به تو گفتم. ما اینجا تو پیج اینستاگرام بچه‌ها با روش پی بی سی و بی بی سی شما میتونید که به درآمد ماهی 60 میلیون حتی بیشتر برسید. این خانم کمکاری کردن حقیقتا به نظر من، که 560 چیزی 6000 تومان پول این آب معدنی رو دادم. قبلا با 6 تومان میشد خرج یه ما زندگی رو داد. تو چرا تو این وضعیت همش سرت تو گوشیه؟ تو همین 10 دقیقه که رفتی اومدی 6 تومان درآوردم. پول یه آب معدنی 6 میلیون. واقعا چجوری؟ ببین یه فرمول 5 مرحله ایه. خودم تازه یادش گرفتم. آموزشم کلا 15 دقیقه است. میشه به منم یادش بدی؟ آره بیا این پیجو فالو کن. هایلایت قرمز. شما همتون دارید تو 10 دقیقه 6 میلیون در میارید، تو یک ماه 60 میلیون. 98% فقیر تو ایران زندگی میکنه، اینا پشمه. خب همینا رو مسئولین میبینن، باور نمیکنن، داریم به فاک میریم دیگه. اینطور چیزی میگم سانسور کن. ایلان ماسک دیگه تو 10 دقیقه 6 تومن در نمیاره. خار با من تازه بیمارستان بودم، نکنید این کارو با من. نیما آروم باش. آخه ریدم خانم. با آیت اومده زده به ماشین ما. حالا ماشین من که چیزی نشده، ولی خانم آیت سفینه پرواز که واقعا نمیکنه. یه ساعت سرت هم تو گوشیه. آقا من که معذرت خواهی کردم، ولی فلسه سرم میگه پیش اومده. حالا خودش الان 400-500 تومن خودت پیاده شدی، میارزه؟ آره داشتم پول در میارم، نداره. چیکار میکنی حالا؟ من خودم تو بازار فارکس ترید میکنم، هم کپی ترید دارم. خب دارین صحنه تصادف میسازی. اصلا به کار تبلیغت کار نرم که با ترید داری چه گویی میخوری. اصلا دارین صحنه تصادف میسازین، خب درست بسازین. چشم. اون زنه چجوری میتونه اومده باشه اینجوری زده باشه به
بعد با آی 8 اومده اینجوری زده به ماشینت، ماشین تو هیچ چیش نشده، ماشین آی 8 چیزی شده. ماشاءالله ماشین خطدار کرایه کردن که بتونن تبلیغ درست بکنن خیلی سرشون. آی 8 چند شده الان؟ ماشینی که دوست دارم واقعا. ادیتوری هم قیمتش نشون میدی یا بله. الان اینا رو خارج ببینن فهم کنن ایرانی ها همه شون پول دار. خانوم چقدر شبیه آنجلینا جولی. بسه 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 برم بقلش. خانوم آنجلینا یه لحظه بزن بقل، بزن بقل، بزن چی انگلیسی هم صحبت میکنم تو رو سننه گلا قرام دنگ تو رو سننه به ناموس مردم چی کار داری؟ بعدی اصلا کجا شبیه آنجلینا جولی؟ این چیز باز خود میگی دیگه آنجلینا جولی دیدیش اصلا؟ من فکر از اون آنجلینا باشه انگلیسی صحبت میکنی نکنه تریلی چیزی هست تو چقدر با نمکی من مدرس زبان هستم باشم با زبان آموزم صحبت میکنم آه مدرس انگلیسیه چجوری میشه یاد گرفت کافی بیای توی پیجم هایلایت آبی رو با دقت نگاه کنید با هایلایت آبی انگلیسی یاد بگیرید آفرین اونی هم که رفته 8 سال درس خونده 4 بار آیلتس رد شده اشتباه کرده یه هایلایت آبی میدید انگلیسی بهش تزریق میشد اینجوری میرفت از تو من واقعا به آب نیاز دارم من واقعا فقط درخواست آب دارم بطری آب من کنش بیا ازم این کار تو بگیر واسه من یه دونه آب معدنی کوچیک بگیر واسه خودتم هشت دلت خواست چی؟ آیفون خریدی؟ چیه؟ چرا دست و پات میلرزه؟ آیفون رو با کارت خودم خریدم. آب مدنی رو با کارت خودم خریدم. یعنی تو خجالت نمیکشی؟ نباید اندازه یه بطری آب مدنی تو کارتت موجودی داشته باشی؟ تو پول اینا رو از کجا آوردی؟ ادمین پیج اینستاگرام شدم. ای کاش میگفتی همون فرمول 5 مرحله ای 6 مرحله ای بگو بده 6 اینو نگو این چی هست؟ خیلی کار سختی نیستش تو هم میتونی انجام بدی فقط کافیه یه گوشی لمسی داشته باشی و بشینی تو خونه و یه درآمد خوب داشته باشی من یه سوالی از این خانم محترم دارم شما رفتی دکه آب معدنی بخری؟ آیفون فروشی از کجا دیدی که اصلا رفتی آیفون خریدی؟ جواب منو میدی جان ناموسه؟ بگو دیگه بگو دیگه یه چیپ شده 30,000 حالا نمیشه از این روش استفاده نکن یه چیپ شده 30,000 تومن قبلا با 30,000 تومن خرج یه خونه رو میدادم یه آب معدنی شده 6,000 تومن با اون آب معدنی قبلا یه ایلو آب میدادم بابا یکم خلاقیت خوب به خرج بدین یکم دایره دیدتون رو بیشتر کنین شما خرج خونه یه اتفاق عجیبی یه گوشی به سر زدن او یه اتفاق عجیب واو واو باشه مطمئن اینجاست بریم دنبالش فلش فلش کن یه آیفون 14 میام فردا میگیرم بچه پولداریه دیگه بابا بیا بریم دنبالشون نه نمیخواد انقدر درآمد دارم که بتونم یه دونه دیگه بگیرم کار چیه مگه طراح سایت طراح سایت چه جوری هستن شرایطش چیه میشینی کف خونه دیگه با یه گوشی یا لپتاپ 20 میلیون درآمد داری دیگه باید برم آموزشگاه یاد بگیرم نه نیازی نیست بیا تو پیجم خودم رایگان بهت یاد بدم طراح سایت تو توی پیجش رایگان یاد خب الان اون کسی که طراحی سایت میکنه فوش خوار مادر میاد بهت میگه که این ویدیو رو ببینه طراحی سایت با گوشی من ریدم تو اون سایت که قراره با گوشی طراحی شه یه آدم چرا بره کار بکنه وقتی این همه روش های متنوع هست واسه درآمد تازه 20 تومن کمه ما روش های IMB BBC اینا داشتیم که بالای 60 تومن خانومه بود استادش اومد اون رستوران یه ماه باش کار کرده بود 60 تومن درآمد تو خیلی به نظر روش های متنوع تری هست متفاوت اینه که طراحی سایت میشینی کف خونه خودت اونجا میری میخوابی رو کف خونه بزنیم بریم بعدی من داره فشارم میفته سلام علیکم مشروع کن جمع اتاق سلطانی میگن مبلغ مقرر جلسه لتسلیم تو الان عربی صحبت کردی؟ آره دارم با شرکت تو دبی کار میکنم چطوری؟ خوبم تو چطوری؟ یعنی تو دوست پسرشی یا شوهرشی یا هر گاوی که هستی نمیدونستی این عربی حرف میزنه؟ خیلی رابطه عجیب شده هیچ کسی چی نمیدونه اون مرده نمیدونست دوست دخترش ادمینه این نمیدونه زنش داره عربی اصلا رابطه خیلی مخفی شده چیکار میکنی؟ ببین یه پیج الان برات توی کپشن میذارم میتونی توی زمان کم زبان تو قوی بکنی و به درآمد دلاری برسی راستی هایلایت قرمزم حتما چک کن همم رو درآمد دلاری کار میکنن نه؟ یعنی اصلا به تومن کشوری که داری زندگی میکنی تو رو خدا اینا رو نگاه کن انگار که مثلا رتبه تک رقمی شدن اوه چه خبرتونه چه خوشحالین دارین جشن میگیرین الان بس کنی
چیو جشن میگیری؟ اتفاقا ما هم تیر زدیم تو تارو. من که غیر مجاز شدم باشه. حالا چرا خوشحالی؟ کنکور ریدن. چرا رفت دیگه، از زندگی لذت ببر. یه بازی کنید. من واقعا نمیفهمم تموم شد رفت یعنی چی، لذت چی، الان چه غلطی باید بکنیم؟ یه سال دیگه باید بشیم مثل اسب بخونیم. الان مهم اینه که انتخاب رشته رو درست حسابی انجام بدی. داداش خودم هم پارسال رتبهش بالای 9000 شده بود، اونم تو رشته تجربی. اما انتخاب رشته شد داد بنیاد سنجش براش انجام داد، رشته پزشکی قبول شد. باور میشه پزشکی؟ اتفاقا خواهر منم با انتخاب رشته بنیاد سنجش رتبه 5000 مهندسی دانشگاه تهران قبول شد. این هنسفری بعدی که داره سرم زود داغ میکنه. بالای 9000 شدی بعد پزشکی قبول شدی با روش های انتخاب رشته پیج دست خریان، بالای 50000 شده و مهندسی دانشگاه تهران قبول شد. بابا شما دیگه کی هستین؟ بالا 50000 بشی دانشگاه تهران نگهبانیش رات نمیده، فقط باید انتخاب رشته خوب باشه. یعنی اصلا درس نخونی؟ من نمیگم درس چیز خوبیه، من نمیگم اصلا درس بخونید، ولی دارم میگم اینا گو میخورن. این حرف اصلی من اینه. اون پسره رو ببینین وسط آب دریا با خودش گوشی برده. خب به تو چی؟ یعنی دریا هم باز گوشی بده؟ خب به تو چی؟ اینا دیگه چه خانواده ای دارم؟ والا من نمیدونم. در هر جمله ای دارم میگم به تو چی؟ اون وسط دریا دستشه، تو روی ساحل دستته. ما بریم کنار دریا قدمی بزنیم، یادوی دیدنیم گوشی بده. خب تو داری قدم میزنی؟ مگه اون رفته تو ماتتت؟ الان موردت چیه؟ من نمیفهم سناریوی اون تبلیغ هر محصولیو که میخوای بکنی. الان میگه دیگه، میگه تبلیغ دستخر آبی، با دستخر آبی در وسط دریا هم گوشی به دست. اصلا هرچی. خب سناریوتون رو خوب بکنید. این الان تبلیغ محصول نی، تبلیغ سر تو باسن دیگرانه. یعنی اینجوری داری تبلیغ میکنی که بچه ها سرمون ما تو باسن دیگرانه. ببینیم وسط داره چه غلطی میکنه؟ به تو آقا بسر. خب الان تو خودت هم که داری با دوربین میری وسط دریا. آقا بسر بچه گوشی با خودت آوردی. یکی این بدتر از اون یکی که بابا وسط آب دریا معامله ترید. آخه چرا؟ مثلا نشسته باشی یه گوشه، یکی بیاد بگه آقا پسر داری چی کار میکنی، بعد بگه آقا دارم معامله ترید میکنم، طبیعی تر نی؟ نه 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 چرا 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 واقعا نمیخوام ببینم بعدش چی میگه. اصلا شما میگه ترید میکنم، بعد میگه جدی منم میتونم یاد بگیرم؟ میگه بله بیاید تو پیجم پردیتو یادتون بهتون میدم. دیدم تو این تولید محتوا. تو که میگه چشات شوره، اون کسی که داره میاد و چشم بزن ببینم. خب این چون اتفاقی بود اشونو. خب اگه میتونی که کاری رو من انجام بده. میخوای الان من بیام رو دی کاری انجام بدم؟ نه تعارف نکن تو رو خدا. داری به کجاش نگاه میکنه عزیزم؟ هیچ اتفاقی نمیفته، چون پاکسازی چاکره ها رو وقتی شما انجام بدی، حاله تخمک شکلی که دور بدنت هستش انقدر مقاوم میشه که هیچ انرژی منفی اجازه ورود رو پیدا نمیکنه. من هیچ واقعا نمیتونم، هر ویدیو دارم سورپرایز میشم. دقت کردین تبلیغ محصول ندیدیم ما؟ عجیب نی؟ یه چیز عجیب میخوام بگم، من همسایه هتل اسپیناسم و تا حالا همچین چیزی ندیدم. سه ماهه که هر شب این خانوم ماشین شایعه داره میاد اینجا و جالب بدونین هزینه رنت این هتل حداقل چه 5 میلیون تومانه، چه رایسه تقریبا میکنه ماهی 150 میلیون تومان. خب من ببینم داستان چیه. مگه آب تو، مگه چیزی تو رو از، مگه جای تو خورده؟ این خودش خونه نداره که میاد اینجا. به تو چه؟ چرا سر تو؟ ببخشید مزاحمتتون شدم، چند تا سوال میتونم ازتون بپرسم؟ بفرمایید. سه ماهی که دقت کردم شما هر شب داریم میای اینجا، می‌خواستم ببینم داستان چیه. من واسه تمرکزم میام اینجا. باز کنم خوب تمرکز تا رو تختم بکنم از دمر. سوال من اینه که اصلا چرا اینجا وایساده این ماشین؟ بالاخره یا داره میره تو هتل یا داره میاد بیرون. کارتون چیه جسارت؟ من تریدرم، تو بازار مالی فعالیت میکنم. یعنی اینقدر درآمدش خوبه که واسه 150 میلیون پول بدی هر شب بیاد اینجا؟ آره چرا که نه. خیلی داری خودتو میگیری، انم گرفت گم شو. وای چیکار کردی؟ گوشید افتاد تو آب، سری بگیر خشکش کن. همین اول ویدیو من واقعا معذرت میخوام. سم بدنتون به هر حال دارم تعمیر میکنم. چرا اینقدر آب جمع شده اونجا؟ یعنی گوشیت باید اینجوری زیر آب باشه تا یکی بهت تنه بزنه اون بیفته تو آب. اصلا امکان نداره جوری دیگه گوشیت بیفته تو آب. دیگه اصلا بعدش حقیقتا نمیخوام، ختم میشه الان به فرمول 5 مرحله گوز و شقیقه یه جوری رفت میدن که. خب بچه‌ها من دیگه مغزم نمی، یه دونه دیگه بریم ببینیم. خیلی وقت بود تبلیغای سم نیده بودم. چه؟
سر شبونه بسه این دسته حالا بسه چه کادوی سری ببرش سلام خوبی؟ سلام خوبی؟ من فیلمت هم گرفتم این چیکار کرده واسه جمچین پولایی داری فرض میکنی؟ چیکار میتونه کرده باشه؟ نذارید بگم چیکار کرده؟ یه کاری کرده که من نمیتونم بکنم، منم میتونم بکنم منتها مشتریش خیلی تبلیغ های ایرانی سمه، یعنی هر دفعه داره ورژن های جدیدتر و پشمریزونتره میاد. من الان اینجا هم حقیقتا اپیلاسیونه تا اینجا. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی بچه ها. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین، خیلی عشقین، خیلی دوستتون دارم. حتما نظرتون رو توی کامنت ها بهم بگین، عاشق تک تکتونم. بعد از دیدن این ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو حتما برید ببینید. اگه اونو دیدید برید اینو ببینید. بوست به کله های همتون تا ویدیو بعدی. همینجوری شاد و پر انرژی و خفن بمونید.